سال 2017 برای زنان آمریکا سالی جنجالی و پرفراز و فرود بود. تنها یک روز پس از آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ، زنان در یکی از عظیمترین راهپیمایی‌های تاریخ آمریکا نسبت به سیاست‌های تبعیض آمیز جنسیتی خط و نشان کشیدند و در چند ماه گذشته با راه اندازی فراخوان میتو یا من هم همینطور علیه سوء استفاده جنسی در محیط کار ایستاده و مردان خاطی و قدرتمند را به چالش کشیدند. کارولین پرسوتی، خبرنگار صدای آمریکا، در آستانه راهپیمایی سال 2018 جنبش زنان آمریکا که در روز شنبه برگزار خواهد شد، نگاهی دارد به مسیر پرشتاب دستاوردهای ارزشمند و مطالبات معوقه زنان آمریکا در سال گذشته. هانای 10 ساله شباهت چندانی به فعالان جنبش زنان ندارد، اما شرکت در راهپیمایی 21 مارس سال گذشته زندگی او را برای همیشه تغییر داد. با زنها بسیار بد رفتار میشه و برای همین هم من تصمیم گرفتم جلوی این رفتار را بایستم. هانا و مادرش کتی جزو صدها هزار نفری بودند که آن روز بزرگترین تظاهرات اعتراضی و صلح‌آمیز تاریخ آمریکا را برگزار کردند. مادر هانا آن روز را یک زلزله فرهنگی می‌داند. توجه به مسائل و مشکلات زنان افزایش یافته و دنیا متوجه شده است که زنان بیشماری در گروه‌های بسیار بزرگ گرد می‌آیند و جلوی نابرابری می‌ایستند. تحلیلگران میگویند واکنش برجسته و تعداد چشمگیر کسانی که به فراخوان هشتگ میتو یا من هم همینطور پیوستند ناشی از دل و جرأتی بود که عظمت راهپیمایی مارس سال 2017 به آنها داده بود. برای همین آنها توانستند جلوی مردان قدرتمند بایستند و آبرویشان را ببرند. با این همه برخی از صاحب نظران این اعتراض‌ها را مقطعی دانسته و میگویند تغییری در پایه‌های نابرابری ایجاد نشده است. در کتاب‌های تاریخ احتمالاً می‌نویسند سال شلوغ و پرجنجالی بود، اما شکاف و نابرابری در دستمزد زن و مرد پا بر جا موند. آمار وزارت کار آمریکا حاکی از آن است که در 3 ماهه آخر سال گذشته زنان 80% مردان درآمد داشتند و به طور میانگین دستمزد هفتگیشان 2 دلار کمتر است. علاوه بر شکاف دستمزد و نابرابری سطح سواد که در میان زنان سیاه‌پوست و لاتین تبار از این هم بیشتر بود، پروفسور نوامین نگران محدود شدن حق سقط جنین برای زنان است. ایالت‌ها راه‌های زیادی را برای محدود کردن بودجه و امکان استفاده از این حق برای زنان در نظر گرفتند. در همین حال دلایل زیادی برای خوشبینی وجود دارد. زنان از هر رنگ و نژاد بیش از پیش در پی به دست آوردن قدرت سیاسی هستند و تا به حال 370 نفر آنان برای شرکت در انتخابات کنگره در سال 2018 اعلام آمادگی کردند. کتی و هانا نیز برای شرکت در راهپیمایی اعتراضی جنبش زنان در روز شنبه آماده می شوند. آنها می گویند امسال همراه دیگری را هم با خود می آورند و او هایدی، دختر کوچکتر خانواده است.